یکی از مراجع تقلید شیعه در شهر مقدس نجف تظاهرات مسالمت آمیز را حق قانونی هر ملتی از جمله ملت عراق دانست. آیت الله شیخ اسحاق فیاض مدظله در جلسه درس خارج خود به بیان توصیه هایی به طلاب حوزه علمیه ملت و دولت عراق پرداختند. معظم الله در این جلسه گفتند امروز به جای درس و بحث به ارائه مطالبی می پردازم که انشاءالله برای ما و شما مفید خواهد بود. ایشان افزودند طلبه حوزه باید به درس توجهی ویژه داشته باشد و درس را بر همه فعالیت خود به جز واجبات شرعی نظیر نماز و همچنین ضرورت‌های زندگی مثل غذا و آب و خواب مقدم بدارد ایشان اظهار داشتند علما و مراجع و استادان حوزه و طلاب با تحمل مشکلات و سختی و فشارها و فقر شدید و جانفشانی از جایگاه مبارک حوزه و عظمت آن محافظت کردند همه این سختی ها را برای محافظت از استقلال حوزه و عدم ارتباط آن با حکومتها، احزاب سیاسی و حتی احزابی که خود را دینی می دانند متحمل شدند بنابراین حوزه باید مستقل و آزاد بماند و هیچ ارتباطی با حکومتها و دولتها و احزاب نداشته باشد آیت الله فیاز فیاض در بخش بعدی سخنان خود درباره آخرین تحولات عراق گفتند از حکومت و همه احزاب سیاسی که بر کشور و سرنوشت آن مسلح شده اند می خواهیم از مساله شخصی و گروهی بگذرند و به مساله کشور و ملت بنگرند و خدمات مورد نیاز به ویژه آب، برق، شغل مناسب، مسکن و بهداشت را برای مردم مهیا کنند. معظم الله خاطر نشان ساختند ملت عراق مانند هر ملت دیگری این حق را دارد که به شیوه های مسلمت آمیز و معقول به مطالبه حقوق خود بپردازد. ایشان تاکید کردند که تظاهرات اگر به صورت مسالمت‌آمیز و بدور از تعرض به املاک عمومی و شخصی برگزار شود، دیگر کسی نمیتواند آن را خارج از چارچوب مطالبات مردمی معرفی کند.